بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بیننده های محترم، محسرین گرامی. در 58 قسمت از درس های مضمون فوتوگرافی تحت عنوان کپشن نویسی معیاری، من علی امید در خدمت شما هستم. امیدوارم این درس بر شما مفید واقع شود. آمدیم که ما چطور میتونیم که یک کپشن معیاری را نوشته بکنیم. شما هر از گاهی به سلاید نگاه بکنید. در اینجا یک سوال هستن که در اینجا یک سوال هستن که شما بعضی عکسایی که در وبسایت برگزاری میکنین چرا در براوزر گوگل اینا پیدا نمیشم. هر از گاهی که شما در مورد انگلیسی اگر متن نوشته میکنین در مورد ازو بیشتر در پیدا میشه، فارسی کمتره. یک مورد دیگه، بعضی وقتا اتفاق میفته که میگه که فلان رئیس جمهور این کشور عکسش در اینترنت زیاد هسته. ممکنه از رئیس جمهور هر کشور زیاد باشه. بعضی عکاسایی که یک عکس میخواید در اینترنت برگزاری کنه، کپشن های معیاری که او عبارت از کپشن نویسی در فایل انفوی فتوشاپ هسته نوشته نکنه، اونجا هسته که براوزر گوگل او را پیدا نمیتونه. نهایت توصیه من است که شما میخواین که برای تبلیغات یک کمپانی تان یا نهادتان یا یک ارگانتان یا خصوصا در یک ارگان دولتی هستین، هر عکس خود میخوای بارگذاری کن، معلومات در مورد او عکس نوشته بکن، او عکس وقتی که بارگذاری کن در اینترنت او معلومات ها خوانده میشم. یک تذکر باید بدم که عکس هایی که در فیسبوک بارگذاری میشه، این فیسبوک سیستم عامل چه قسمی هست که هیچ کدام از این تصاویر هایی که معلومات داشته شده اینا رو چی نمیکنن، نشان نمیده یا حفظ نمیکنن. شاید اینمی خود نوشته ها یک مقدار دیتا یا فضا را هم نیز میگیرم. من به طور نمونه برای شما در اینجا کار میکنم فتوشاپ که این فایل انفو از کجا فعال میسازی، چطور نوشته میتونیم. ما یک تصویر در اینجا فرض بگیم که این یک تصویر است. ما این تصویر هیچ مد نظر نمیگیم، یک تصویر که خود ما و شما داشته باشیم او اگر مد نظر بگیریم خیلی خوبتر است. در او قطعا یک تعداد از اشخاص ها افراد ها دیده میشه. طور مثال من این یک تصویر باز میکنم در اینجا که چی عکس یک چه چیزهای معلومات فعلا نوشته داره و چه چیزهای باید نوشته شه. اینجا یک تصویری که باز کردیم یک ده قریه یک منطقه هستم. ما آمدیم در قسمت فایل، خوب نگاه کن، آمدیم در قسمت فایل کلیک کردیم. اینجا آمدیم فایل اینفو، ام شارتکت چی Alt Shift Control I، Alt Shift Control I. هر از گاهی که ما Alt Shift Control I بزنیم هم فایل اینفو میام. در این فایل اینفو یک جدول باز میشه که سمت چپ از بس کامرا دی تا دیگه است به صورت پایین. ما در قسمت اول از چی کار میکنیم؟ در اینجا نوشته میکنیم که داکومنت تایتل، خود امی عنوانی امی فایل ما. مثلا نوشته میکنیم که دهکده. اینجا وقتی که دهکده نوشته کردیم میمونیم آثر یا امو مؤلف یا کسی که اینمی رو آفریده. خب در اینجا اگر ما بگیم عکاس از کی بوده، طور مثال نوشته میکنیم که علی امید. خب پس اینجا دهکده توسط کی گرفته شده؟ علی امید. اینجا آثر تایتل، خود عنوانی امی اثر که آفریده شده یه اثر توسط کی هسته. مثلا در اینجا نوشته میکنیم طور مثال عنوانی اثر دهکده زیبا. مثال میرفم دسکریپشن یا کپشن یک معلومات کوتاهی هسته که برای او داده میشه که تا تمام امو پنج عناصر خبری که why, where, when کجا را مد نظر داره ما در این نوشته میکنیم. این دسکریپشن هم به صورت خلاصه بسیار نوشته میکنیم که منطقه طور مثال زرد سنگ ولسوالی پنجاب ولایت بامیان افغانستان. خب دسکریپشن نوشته کردیم و منطقش نوشته کردیم. بعد از اون نوشته میکنیم که محل بود و باشه شاگردانی مکتب.
یک چیزهایی که در اون مورد مثلا یک محیط سرسبزی، بهار، هر آن چیزی که در اونجا ایجاب میکنه نوشته میکنیم. دسکریپشن رایتر کی هسته؟ ممکنه خود یمی علی امید باشه، بخاطر از اینکه وقتی این نوشته کردن اینجا امو کپشنه، ممکنه یک کسی دیگه باشم. کیورد چی هستن؟ خیلی مواردی که خیلی عمده و مهم است کیورد هستن. کیورد با فاصله یک کامه که جدا میکنیم، ما هر آنچه تصوری که داریم در امو عکس او در کیورد نوشته شده، محلش باشه، کسی که در اونجا زندگی میکنه یا جاهای تاریخی هست. طور مثال اول که همین منطقه بالا را یک کپی اینجا میگیریم نوشته میکنیم که افغانستان. قطعا یک کسی که بخواید در اینترنت تحت نام افغانستان سرچ کنه یک عکس برای افغانستان. بعد نوشته میکنیم که بامیان، بعد نوشته میکنیم پنجاب قریه دیگر، اما رقم بعد از او زرسنگ، این شد از منطقه شم. بعد نوشته میکنیم سر سبزی که اون منطقه سر سبز است، نوشته میکنیم که اونجا باغهای بسیار نمونه باغ نارنج دارم، درختای نارنج، نارنج نوشته میکنیم. یعنی هر کسی که در مورد نارنج جستجو کنه قطعا یک عکس در براوسر نشان داده شد. از او گذشته نوشته میکنیم کسی که معدن اگر جستجو کنه، معدن چی؟ معدن مثلا لاجورد، لاجورد. دیگه چی نوشته میکنیم؟ میخواییم که در اون منطقه یکی از مواردهایی که خیلی مهم است زمستان برف است، نوشته میکنیم حتی برف. دیگه منطقه دیگه ای که ما میتونیم برشان بگیم که حیوانات وحشی در اونجا داره، میتونیم نوشته کنیم که ببر، میتونیم که نوشته کنیم گورگ. امین رقم ما به نمونه ای برای شما گفتم، این کیوردهای خیلی که مکمل نوشته کردیم، این کیوردهای ما خیلی تعداد زیاد میشه. اینجا در یک گزینه داریم که کاپرایت نوتیس، آیا امی عکس ما کاپرایت شوه یا نشوه؟ اگر کاپرایت شوه، کاپرایت چی مربوط به کی شوه؟ نوشته من کاپرایت. پس کاپرایت که نوشته کنم یک سایت، مثلا یک نمونه را www مثال میزنیم افغانستان art.com. این یک سایت هسته، کپرایت و تمام امتیازات از این در اینجا تعلق بگیره. ما وقتی که این عکس خود اینجا گرفتیم سیو، این عکس ما سیو شد در این حالت. ما این عکس خود سیو گرفتیم، در کجا باید این سیو هست شده، یک جایی میمانیم، مثلا طور مثال در کجا در یک دسکتاپ خود اینجا میمانیم، این کلوز کردیم. اینجا یک مجموعه تصاویری که داریم میره میخواییم که اینا را به صورت اون قبلا ما گفتم که تمام اینا را باید پاک کنیم که صفحه ما کمی کم تر دیده شد. خب ما آمدیم یه عکس خود دوباره باز میکنیم، همی عکس منطقه‌ای که اینجا کار شده. پس دوباره در فایل اینفو میریم، فایل اینفو که رفتیم این مشخصات سیو هستم. کمره دیتا چی هسته؟ این مربوط ما نمیشه. کمره دیتا مربوط خود کمره میشه که اگر کمره پروفشنال باشه داره. خب با کدام کمره گرفته شدم؟ با یک کمره کانون گرفته شدم. مدلش چی بوده؟ کانون EOS D60 بودم. خب سریال نمبرش هم مشخص است که با این کمره، با این سریال نمبر گرفته شده. چیزی جالبی هستند، خود کمره تمام مشخصات خود دارد. ما در قسمت مشخصات کمره تغییرات آورده نمیتونیم، یعنی ما نمیتونیم تقلب کنیم که کمره که کانون گرفته شده ما رو بگیم نیکون یا سونی یا هاسلبلاد یا مثلا پنتاکس نوشته کنیم. در قسمت دیگر لنز از هم 35x80 میلیمیتری بوده، لنز خوب بوده. فوکل لنت یا عمق میدانش 35 میلیمیتری بوده. اکسپوژرش یعنی امو سه عناصر که عبارت از شاتر سپید و دایفرام و دیگه آیسو هسته، اینجا آیسو از 100 بوده، دایفرامش یا امو اپرچرش 10 بوده، شاتر سپیدش 250 بوده. کار جالبه. امش سایز از هم 6000 بر اینه 6x4، امو عبارت از
خود سایزش 6000 بر 4000 بوده، اورینتیشن نرمال بوده، رزولوشن چم 200 پیکسل بوده بر هر اینچ، فلش نزده. این قسمت مشخصات خود کامره هستم. اینجا ما داریم که در قسمت خود محل خیلی مهم است. اینجا دیت کردیتش در سال 2004 بوده، یعنی حدوداً 2004 شما اگر تصور کنید فعلا حدوداً 10 سال پیش این عکس گرفته شده. خب این عکس کدام جایی بوده؟ قطعا نوشته میکنیم اینجا، اما مشخصات کاملا به شهرش کجا بوده، کشورش کجا بوده، کلینش سورس منبعش، هایلاینش، انستراکشنش، تمام این رفرنس از کدام منبع گرفته شده. اینی مشخصات اینا دارم. ما وقتی که بیم در قسمت کسی که عکاسی کرده، کریتور یا کسی که عکس گرفته علی امید بوده، کریتور تایتل اما عنوانش دکلی زیبا، آدرسش در کجاست، باید آدرس این نوشته، اما ولایتش، کشورش، تلفن نمبر کمی عکاس دارم. این تمام مشخصات خودی هم عکاس نوشته میشه. ما طور مثال اینجا علی امید است، دکلی زیبا ممکنه اما عنوانش داره، آدرس ازی کجاست، امی علی امید کدام شهر میشنه، تلفن نمبر داره، ایمیل آدرس داره نداره. در این مشخصات ما میتونیم داشته باشیم و همچنان دیتاهای زیاد، مشخصات زیاد را ما میتونیم که اگر آدیو دیتا داشتن، ویدیو دیتا داشتن، تمام یعنی معلومات ها را ما توسط نمی مشخصه میتونیم که برای ثبت بکنیم، بعد از او ایره اوکی کنیم. یکی اوکی کردیم، این خود عکس حالت نرمال چیزی دیده نمیشه در اینجا. 7.43 MB هست، در 7.43 MB ما تصاویری که سیف کردیم دیگه، اما ساختارش 7.43 بود، فعلا 7.62، یک مقدار MBش بالا رفت به خاطر که اینجا دیتا ثبت شد. وقتی این دیتا که ثبت میشه این مشخصات بالا میره. ما طور مثال اینجا اگر طور نمونه‌ای برای اینترنت باز بکنیم، ما در مورد افغانستان وقتی که نوشته میکنیم افغانستان، این مال وقتی که ایمیج میریم در قسمت ایمیج براوزر گوگل هسته، ما تمام عکس هایی که در مورد افغانستان هم میاد، مثلا شما ببینید که تصاویر هایی که در افغانستان آمده خیلی از نظامی های خارجی بیشتر نسبت به یک خود افغان ها باشه. ما اینی تصاویر ها قبلا در تایتلش تمام مشخصات عکس تحت نام افغانستان داده شده، یک عکس ها اینجا بارگذاری شده. یک طور نمونه ای یک مثال ما میخواییم که یک عکس تا بکنیم، آیا بعد از اینکه در اینترنت بارگذاری میشه این عکس ما و شما اما مشخصات چی هست یا نیست؟ ما عملا یک عکس اینجا میبینیم، این وقتی گرفتیم با روی دسکتاپ خود سیو میکنیم که این افغانستان نوشته کرده، آیا در تایتل ازی اینجا هنوز هست یا نیست، یا ممکنه این پاک شده باشه. دوباره این با فتوشاپ باز میکنیم، وقتی با فتوشاپ باز کردیم این تصویر ما آمد. در فایل اینفو میریم، قسمت فایل اینفو از رو میبینیم که چه چیزا نوشته شده. متاسفانه مشخصات ازی را کاملا ریموف شده، یعنی صرف در این تصویر اینجا چیزی نمیبینیم. اما وقتی که داده شدن دیگه اما سایت گرفته پاک شده مشخصات ها. بعضی عکس ها در سایت که بارگذاری میشه، ما که از سایت تا میکنیم همون اون مشخصات ها، وقتی که در فتوشاپ باز میکنیم در قسمت فایل اینفو تمام مشخصات ها در تصویر ذکر است، یعنی ثبت شده است. این معلوماتی بود که ما کپشن کتور در خود عکس خوندم و صفحه توسط فتوشاپ با ما عکس چطور معلومات بتیم و او عکس ما چی مشخص های در او عکس هسته دیده میشم. یک تذکر کوتاه را در پایان این درس به شما باید بگم. مسئله عزیز که هر از گاهی که هر کمره ای که میگیرین شما لطفاً او کمره را اما سالش را ماهش روزش را ست بکنین، دقیق ساعتش را. در ضمن اگر
کمره شما با جی پی آر اس نصب باشن، جی پی آر اسشان هم فعال کن، هر از گاهی که هر عکس بگیریم جی پی آر اسشان فعال باشه، خودش لوکیشنشان نشان میده که در کدام موقعیت هستن. این یک نوع امتیازات خیلی خوب است. اگر در صورتی کمره شما می دیت از او سد نباشه، وقت تصاویری که شما نشان میده او دیت از او اشتباه است. به این لحاظ شما کوشش کنید که کمره تان ساعت و روز و ماه اینا اشتباه سد کردن، هر وقتی که عکس بگیرید اینا امو دقیق مشخصات از اون در عکس شما هسته. شما یک وقت اگر عکس فراموش کنید که چه وقت گرفته شده، شما به دو حالت میتونید که عکس معلومات مشخصات چرا پیدا کنید. یکی این عکس میتونید که قسمت پروپارتیز شما برین یک بعضی معلومات های اولیه میده، مثلا این عکس در کی گرفته شده و چه وقت دستکاری شده، اینا رو نشان میده توسط فتوشاپ. اگر هرگاه هر اعمال شده باشه او نشان میده، ولی در قسمت که بوره شما با برنامه فتوشاپ باز کن فایل اینفو برین، تمام معلومات دقیق از او در اونجا هسته. و مثال ساده یک عکس گروپی یک چند تا از افراد ها را اینجا نشان میتونم در قسمت فایل اینفو مرم که چه چیزهایی در این نوشته هسته که ما متوجه شیم. طور مثال در اینجا یک تصویر گروپی یک تعداد مردمان شهر کابل هسته، این با کمره که گرفته شده کمره نیکون بوده، نیکون دی 7100، چی وقت گرفته شده قطعا تاریخ از اونها را کاملا مشخص اینجا نوشته نشده، به دلیل از اینکه این در فتوشاپ رفته تمام دیت و تاریخ از این چی شده ریموف شده. اینجا من یک بار ببینم این قصدا هم تاریخ از اون ریموف کرده که اینجا نشان نداده. این معلومات هایی بود که در مورد کپشن برای شما داده شد. امیدوارم که هر از گاهی این معلومات ها برای شما مفید واقع شود. در 58 درسی از مضمون فوتوگرافی تحت عنوان کپشن نویسی معیاری حضور داشتین. از فرصت هایی که به درس های خود وقت اختصاص دادین تشکر و قدردانی میکنم. موفق، معید و سربلند باشین. Thank you.